به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده خوب برنامه شهروند خبرنگار. خیلی خرسند هستیم که باز هم خداوند منان توفیق نداد که تا اینکه باز هم در یکی دیگر از برنامه شهروند خبرنگار در خدمت شما عزیزان و سروران قرار داشته باشیم. امیدوار هستم که هر جسد تن شما سالم، روح شما شاد و روزگار کلا بر وفق مراد شما باشه. عنوان امشب برنامه شهروند خبرنگار، نقش شهروند خبرنگاران برای تطبیق پروسه‌های ملی است، به ویژه پروسه انتخابات. در برنامه امشب برنامه شهروند خبرنگار یک مهمانی داریم که دقیقا درباره انتخابات صحبت خواهند کرد و بیشتر تلاش میکنیم تا اینکه شهروندان مردم هراتر، شهروندان ولایت هراتر دقیقا درباره انتخابات آگاهی بیشتری بدیم. مثل همیشه برنامه شهروند خبرنگار از طریق وبسایت شکایت به طور زنده پخش میشه و همچنان از طریق چینل ما روزهای شنبه ساعت 8 شب به طور زنده پخش میشه. و در این حال دوست دارم یادآوری بکنم که اگر شما برنامه شهروند خبرنگار از دست میدین، فردای روز یا فرداهای بعدی میشه که سری بزنیم به یوتیوب و برنامه مورد علاقه خود دانلود کنیم یا مجددا تماشا بکنیم. و پل ارتباطی ما دقیقاً برنامه شهروند خبرنگار از صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار شما میتونین که جستجو بکنین و برای ما سوژه‌های نابی که داریم مثل همیشه ارسال بکنین. یادآوری که ابراز سپاس و قدردانی کنم از وجود شهروند خبرنگاری که لطف کردن برای برنامه شهروند خبرنگار سوژه‌ای بسیار نابی ارسال کردن. ما سوژه‌های شما رو بدون اینکه سانسور کنیم با تمام مردم هرات به اشتراک می‌گذاریم. با هم دیگه میریم به استقبال مهمان خوب و حرفای زیبای مهمان برنامه امشب شهروند خبرنگار با هم دیگه میشیم. اما قبل از او یک میان برنامه کوتاه داریم. سلام مجدد و باز هم شما خوش آمدید میگم. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. خب میریم به استقبال مهمان خوب و حرفای زیبای مهمان برنامه امشب شهروند خبرنگار با هم دیگر میشه. مهمان برنامه ما امشب آقای دکتر احمد داود صدیق زاد از رئیس کمیسیون انتخابات ولایت هرات هستند. میریم جزئیات بیشتر روند ثبت نام رای دهندگان و جزئیات برنامه را از آقای صدیق زاد. آقای صدیق زاد عزیز، شما برنامه خوش آمدید میگم. من تشکر می کنم از شما، سلام به شما و بیننده های عزیزتان، در خدمت هستم. ممنون شما. آقای صدیق زاد عزیز، میخواستم بفهمم که
پروسه انتخابات در سال 1398 دقیقا به کجا رسید؟ خب پروسه انتخابات همونطور که شما میفهمین 180 روز پیش باید امو اعلان روز برگزاری انتخابات شد و بعدش هم 120 روز پیش از انتخابات باید امو تایملاینش اعلان شد که مطابق تایملاین پروسه های مختلف انتخابات مطابق زمان باید قدم به قدم پیش بره و عملی شد. یکی از او برنامه ها برنامه ثبت نام تقویتی بود. شما بهتر میفهمین که ما در سال گذشته پروسه ثبت نام داشتیم و برای اولین بار برنامه فهرست رای دهنده ها را به وجود آوردیم که در روز انتخابات از روی فهرست رای دهنده ها کار صورت بگیره و مطابق از او مواد لوجستیکی و برگه رای و تمام امکانات سنجیده شود که این کار عملی شد. منتها از یک سال، چون تقریبا یک سال میگذره و انتخابات دقیقا دوباره در ماه میزان برگزار خواهد شد، در طول یک سال کسایی که در انتخابات گذشته سنشان 17 سال بود، یعنی واجد شرایط نبودن، کارت نداشتن، در انتخابات امسال یا واجد شرایط میشن، یعنی 18 ساله میشن و کمیسیون انتخابات مکلف است که بر زیاب همو کارت توزیع کنن یا روی تذکرهشان استیکر باید زده شود که یا بتانن از یه حق خود محروم استفاده کنن و محروم نشون. یک این کتگوری بود و کتگوری دوم کسایی هستند که مهاجر بودن قبلا در انتخابات گذشته، بعد از او آمدن و تذکرهشان استیکر زده نشدن، کسایی که واجد شرایط هستن، سن قانونی را تکمیل کرده باشند. کسایی هم که تغییر موقعیت دادن، نقل مکان کردن از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه یا از یک ناحیه به ناحیه دیگه، یا واجد شرایط هستن، و یا کسایی که تذکره خود گم کردن دوباره تذکره مستند گرفتن یا واجد شرایط هستن. خلاصه کسایی که تازه واجد شرایط هستن و شامل همین کاتگوری ها میشن، کمیسیون مستقل انتخابات بر زیاد برنامه ریزی کردن که در ظرف تقریبا 3 هفته یا 22 روز که ما به شمول روزای جمعه، اما روزه از 7 صبح تا 4 عصر مراکز ما بروی مراجعین باز هستند و یا میتونن به مراکز ما تشریف بیارن و با در دست داشتن تذکره ایشان در صورت که واجد شرایط تشخیص داده شد از طرف کارمندای ما، استیکری محلی رایدهی برزیا رو پشت تذکره زیاد نصب میشن که وام میتونن در او روز رای بدن. قابل ذکر است که ما در ولایت هرات در 14 ناحیه و 19 ولسوالی یک مرکز ثبت نام تقویتی را داشتیم. 14 ناحیه و 19 ولسوالی که هر مرکز ثبت نام تقویتی ما حاوی دو محل بود، یک محل زنانه و یک محل مردانه. خوشبختانه ما امروز دانستیم که یک مرکز دیگه هم در ولایت هرات تأسیس کنیم که جمله میشه 34 مرکز، که هر مرکز بازم تکرار میکنم که محل زنانه و محل مردانه دارن، یعنی همشهریای ما میتونن به ناحیه‌ای که مرکز ما در اونجا موقعیت دارن برن ثبت نام کنن کسایی که واجد شرایط هستن. خیلی بخشید آقای صدیق‌زاد، در ولسوالی ها تنها در مرکز ولسوالی ها شما دارین یا در؟ بله دقیقاً، شما میفهمین که ما مراکز ما از سالهای بسیار پیش نشانی شده، جی پی آر اس شده و جای مشخصی تعیین شده از سالهای پیش که نیمی مرکز رایدهی باشه و در گذشته ها ما از او استفاده کردیم. فعلا هم در امو مراکز، در یکی از او مراکز که به دسترس باشه و نسبتا برای همه شهروندایی که واجد شرایط هستن برای او دسترسی داشته باشن، این در یک جای عام و جایی که کلی که بتانن به او برن، در او تو جای در هر ولسوالی، در مرکز ولسوالی یکی از مراکز ما فعال است و در نواهی هم همچنان که امروز خوشبختانه امری یا هدایت دفتر مرکزی را در رابطه به ایجاد مرکز جدیدی به نام لیسه سیفی در ناحیه ده هدایت داده شد که سر صبح فعال خواهد بود و
از طریق تلویزیون و زینتان میخواییم بگویم به همشهری ها که کسایی که مربوط ناحیه دستن بعد از این میتونن برن در لیسه سیفی و اونجا ثبت نام کنن که تقریبا سمت درب قندهار میشه ناحیه دا موقع دارن. و من میخواستم بفهمم که تا به حال چقدر افراد شما ثبت نام کردین، چقدر مرد هستن و چقدر زن از روزی که مجدداً آغاز شده؟ خب شما میفهمین که ما در گذشته ثبت نام سرتاسری داشتیم در حدود 557,227 نفر فکر میکنم ثبت نام شد، یعنی 557,000 بالاتر از 5.5 لک شهروند هرات که واجد شده در سال 1397 ثبت نام شد. این مرحله 22 روز که ثبت نام تقویتی است، اونمو کتگوری اشخاص را که من گفتم که یا تازه 18 ساله شدن یا مهاجر بودن یا گم کردن کارت خوده. و موضوع دیگه ایم که صحبت کردیم بحث کسایی است که گفته نقل مکان کردن. نقل مکان کردن. دقیقا میخواستم امیر کمی واضح تر بیان کنین برای بیننده ها، بخاطر اینکه گویا من فکر میکنم برای بعضی ها مبهم است و برای خودم شخصا. و افرادی که قبلا استیکر زده بودن و از نایه 10 هستن و فعلا میخوان برای نایه 12 زندگی کنن، باید از نایه 12 استیکر بگیرن یا مثلا از ولسوالی ادرسکن هستن به ولسوالی شندن میرن، باید از ولسوالی شندن مجددن استیکر بگیرن یا چطور؟ بله دقیقا. شما میفهمین که برای اولین بار در سال گذشته فهرست رای دهنده تهیه شد و مطابق فهرست مراکز ما مشخص تعداد رای دهنده می داشته باشه. فعلا هم به عین شکل جریان داره. در هر ناحیه‌ای که ما مرکز داریم کسایی که میخوان ثبت نام کنن میرن و کد مرکز مشخص خود میگن که من در ناحیه 10 هستم، رای دهمی ناحیه 10 میتونم تا در فلان مرکز. شما میفهمین که هر ناحیه چندین مرکز می داشته باشه و هر ولسوالی هم همچنان چندین مرکز می داشته باشه. بس یا ای کسایی که نقل مکان کردن یا برزیا که قبلا تذکرهشان استیکر زده شده بود، برزیا یک فرم تصحیح داده میشه یا دم و پشت استیکر برشان مشخص میشه که نقل مکان کردن یا یعنی هم استیکر مصنع دارن که بازور در کتابا و در فهرست تصحیح میکنن. یک گفت دیگه هم که باز از یادیم نره ایسته که ما در گذشته فهرست که تهیه کردیم متاسفانه چون بار اول بود، تجربه اول بود، یه فهرست بعضی مشکلاتی را داشت. دقیقا یک از سوالاتی که میخواستم پرسان کنم همین بحث هست. من در روز انتخابات من خودم شخصا شاهد بودم که خیلی از افراد میمدن به پای صندوق های رای دهی ولی متاسفانه اعلان میشد که نام شما در فهرست رای دهندگان نیست. میخواستم پرسان کنم که دقیقا شما در این مرحله چه کار کردین که این مشکل حل شد؟ تشکر که از این سوال کردین و من میخواستم این توضیح بتم. فعلا مراکزی که ما فعال داریم در سرتاسر ولایت هرات، البته در کل افغانستان، یکی از اصول ایسته که کارمندی که ثبت نام میکنن پیشش لیست رای دهنده ها هستن از اون مراکزی که مربوط از اون میشن یا مربوط از اون ناحیه یا مربوط از اون ولسوالی میشن. شهروندای عزیز ما که در گذشته در روز انتخابات در فهرست رای دهنده ها مشکل داشتن یا مثلا نامش به اشتباه رسانده شده بود یا نامش نبود، ثبت نام کرده بودن در اون مراکز نامش نبودن، یا میتونن به مراکز ما تشریف ببرن و برای کارمند ما بگوین که امو تذکره و استیکر خود نشان بدن که این تذکره و استیکر در گذشته ثبت نام کرده بود و منتها در فهرست نامم اشتباه است یا نبود. کارمند ما فهرست دوباره سیل میکنن و برای این اشخاص، برای کتگوری اشخاص یک فرم تصحیح میدن و او فرم تصحیح باید خانپوری شوند. وقتی خانپوری شد و نام از او اسلام میشن، یعنی در این محدوده زمانی که ما در مراکز خود فعال میباشیم کارمند ما هستن. شهروندایی که مشکل ثبت نام فهرست داشتن میتونن برن و نام خود اصلاح کنن و لیستی که از این بعد تهیه میشن، یعنی کسایی که نو ثبت نام میکنن این لیست هم به معرض نمایش گذاشته میشه و کسایی که دوباره چک میکنن که باز خود غلط نشدن یا دیگه اگر غلط شده بودن او هم میشه که اصلاح شود. یعنی برای ما وقت داریم و شهروندان میتونن سر از این صبح، اگر ما اعلان کردیم از گذشته هم از شروع کار و منتها کسایی که مشکل دارن صبح هم میتونن تا ختم پروگرام میتونن بدن و نام خود تصحیح کنن. و گفتین که گویا این پروسه تنها برای 22 روز هست چون که بله. برنامه تقویتی هست. تا به حال چند روز از این روز گذشته و چند روز دیگه فرصت دارن شهروندان برن پای مراکز رای؟ ما از تاریخ 18 جوزا شروع کردیم، تقریبا 8 روز پیش شروع کردیم و تا تاریخ 8 سرطان
این برنامه دوام خواهد کرد و در این مدت زمان کسایی که واجد شرایط هستند و ثبت نام نکردن باید برن به مراکز ثبت نام و خود ثبت نام کنن. در راوند قبلی دقیقا یادم هست که در یک بازه زمانی برای پشت کاپی های تذکره ها همیسی کرده می شد که بعدا باطل اعلان شد. می خواستم بفهمم که در این دوره آیا چنین پلانی هست؟ پلان نه خیر، او در یک مقطع زمانی بود که از چندین ولایت سر و صدا بالا شد که مشکلات امنیتی دارن و دیگه مشکلات، برای یک مقطع چند روز این پروگرام تطبیق شد که دوباره اصلاح شدن. برای این بار پروگرام توزیع تذکره فکر میکنم نخواهد باشه، اگرچه وای یک ارگان جدا و مستقل هستند، چون از او وقت حال متواتر کسایی که تذکره نداشتن تذکره برشان توزیع شده و فکر میکنم اکثریت واجدین شرایط تذکره دارن. مسئولیتی که ما داریم اینه که هر کس که تذکره در دست داشته باشه و واجد شرایط باشه ما مکلف هستیم که بر از او استیکر پشت تذکرهشان بچسبانیم و درج کتاب کنیم، ثبت نام کنیم. یکی از موضوعاتی که دقیقا مردم نگران هستن بحث شفافیت انتخابات هست. در دوره گذشته بر علاوه ای که در خیلی از مراکز رای دهی افراد میرفتن نام اونها در لیست نبود، بر علاوه ماشین های اونجا کار نمیکرد، ماشین های فینگرپرینت. میخواستم بفهمم که در این دوره به خاطری که پس مجددا اعتماد مردم رو به دست بیارین و مردم رو انگیزه بدین که پای صندوق های رای برن چه کاری انجام بدین؟ خب یکی از کارهایی که در سایی که ما از در گذشته آموختیمی بود که متاسفانه مشکلاتی در فهرست رای دهنده که اساسی برنامه انتخابات است در او مشکلاتی بود، از او خاطر در این برنامه ثبت نام مجدد یا ثبت نام تکویتی من پیشترم گفتم که فهرست رای دهنده های تمام او مراکزی که مربوط او ناحیه است نزد کارمند ما موجود است و کسایی که مشکلاتی داشتن میشه که برن نام خود تصحیح کنن یا پیدا کنن بر هر مشکلی که بود. در این مقطع زمانی به او مشکلات رسیدگی میشه و او این مشکل رفع میشه. مشکلی بایومتریک دیوایس های بایومتریک شما میفهمین که برای بار اول بود که از او استفاده میشد و متاسفانه در یک مدت زمانی بسیار کم یا کوتاهی او به کشور وارد شد و طبعا مشکلات زیادی را داشتن. من امیدوار استم که اگر باز از اون دیوائس ها استفاده شد و یک ذره وقتر دفتر مرکزی سرش تصمیم بگیره و امو اپلیکیشن هایی که باید دومی بود باید چک شد و چارج شد و دوباره چک و امتحان شد که آیا درست کار میکنه، یعنی که برزی وقت است و تصمیمی که دفتر مرکزی بگیره. امیدوار استم از درس های آموخته شده استفاده بهینه صورت بگیره. و درباره تئی مواد حساس انتخاباتی میخواستم بفهمم، بر اساس قانون باید که چندین روز قبل از روز برگزاری انتخابات مواد حساس انتخاباتی تئی بشه و به مراکز انتخابات رسانده بشه. آیا شما تمام مواد حساس از مرکز به هرات تا بخال انتقال دادین؟ آمده یا گرفته شده یا بعدن گرفته میشه؟ خب انتخابات همونطور که قبلا هم گفتم وقتی تایملاینش ساخته میشه دقیقا رویش فکر میشه که کدام کار به کدام زمان یا تاریخ انجام شوه که از اون نباید پیش و نم تاخیر در صورت بگیره. شما میفهمین که در حدود 3 ماه دیگه به انتخابات مانده، 3 ماه و چند روز، و معمولا مواد اساس در حدود 10 روز مانده به انتخابات به دفتر ولایتی میرسه و دفتر ولایتی 1 روز پیش از انتخابات به مراکز رای دهی جای به جای میشه که بر ازو پلان انتقالات ترتیب و تنظیم شده. من امیدوار هستم که با وقت و زمانش این مواد برسه و ما هم بتانیم که به مراکز خود توزیع کنیم. و دید شما درباره انتخابات امسال چگونه است؟ شما فکر میکنیم آیا موج بزرگتری از مردم در این پروسه انتخابات اشتراک خواهند کرد نسبت به گذشته، یا فکر میکنین افرادی که در گذشته اشتراک کرده بودند در این دوره تعداد کاهش پیدا میکنه؟ خب در کل دنیا انتخابات طوری نیست که باید 100% واجدین شرایط همگی شرکت کنند. ما همیشه مثبت فکر میکنیم و توقع داریم از شهروندای عزیز که این یک وجیبه است که به انتخابات شرکت کنن، هر چیز زیادتر به انتخابات شرکت کنن همون قدر مشروعیت انتخابات بهتر میشن. و چی بدیل دارن شهروندای ما که به انتخابات شرکت نکنن؟
حکومت خودکامه میخواین، حکومت طالبانی میخواین، بدیل انتخابات خونی می چیز است. و اگر میخواین شهروندای عزیز ما که یک انتخابات خوب داشته باشیم، اول باید اشتراک وسیع داشته باشن، دوم از پروسه نظارت کنن. همینجا یک نکته دیگه هم میخواییم که برسانم و بینندهای محترم، کسایی که میخواهند از پروسه نظارت کنن، خصوصا نهادهای اجتماعی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، یا میتونن به دفتر ما تشریف بیارن و امو شرایط بجای کنن و عضویت کارت نظارت داشته باشن، یعنی اعتبارنامه بگیرن. بعد از اینکه اعتبارنامه گرفتن، برشان کارت نظارت داده میشه و هر چه قدر که از انتخابات بهتر و زیادتر نظارت صورت بگیره، به همون اندازه شفافیت انتخابات تضمین میشه. دیگه من این خواهش دارم از نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی که بیاین کسایی که میخواین از پروسه نظارت کنن، شرایط بجای کنن و اعتبارنامه بگیرن تا برای نظارت کارت نظارت داشته باشن، قرار تعدادی که میخواین. افراد هم میتونن به شکل انفرادی از پروسه انتخابات نظارت کنن یا تنها باید نهادها باشن؟ نه خیر، شرایط طوری است که احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سازمان های مرتبط با انتخابات، مثلا موسسه محترم فیفا و تیفا و این دی آی و یا امو کاپی جواز خوده که یا از وزارت عدلیه باشن یا از وزارت اقتصاد باشن و یا از وزارت اطلاعات فرهنگ باشن، رسانه ها میتونن که نظارت کنن، میشه شرایط بجای کنن و کارت نظارت از میال شروع است که بگیرن و در روز انتخابات راحت بتانن از پروسه نظارت کنن. افراد نمیتانن، منتها کاندید صاحبا میتانن که بر خود نماینده داشته باشن که ربط میگیره به خود کاندید، نه ای که فرد مستقلی بتانن نظارت کنن. در راند قبلی در انتخابات پارلمانی شما مجموعه زیادی از افراد با عنوان ناظر انتخاب کرده بودین، هم از نماینده های پارلمان و هم از سازمان های داخلی و هم میبخشین ما انتخاب کرده بودیم، یعنی منظوری که کارت صادر کرده بودیم. کارت که بله دقیقا من منظورمی بود. بعد زمانی که اینا میرفتن برای نظارت، متاسفانه مکانی که ما برای انتخابات در مراکز رایدهی خود داریم مثلا مکاتب هست و صنف ها بسیار فضای بسیار محدود دارن. در خیلی از مراکز نماینده ها و ناظرین کارمندای کمیسیون اجازه نمیدادن. میخواستم بفهمم برای حل این مشکل در این دوره چیکار کرد؟ خب مده کشورهای دیگه هم همی چیز دیدیم این مشکل وجود داره، منتها در کل دنیا طوری برخورد میشه که مثلا در یک صنف خرد، همونطور که شما گفتین، محل رایدهی است و در او چند نفر کارمند انتخابات است، میز است و مراجعین است. در کل دنیای طور است که کسایی که نظارت میکنن مثلا 20 نفر هستن، 20 نفر نمیشه که همزمان بره پروسه رو دیدن کنن، 20 نفر بیرون استاد میشن، 5 نفر به نوبت میرن پروسه رو میبینن، این 5 نفر میبرای، 5 نفر دیگه میبرای نظارت میکنن. که یه چیز ما در کوریا هم دیدیم، نیپال هم دیدیم، در کلی جای اونموتو به نوبت از پروسه نظارت میکنه. خوب است که باشه. به شما تنظیم کردین این مسئله که کارمندان به نوبت این افراد اجازه دارن، چون که دقیقا پروسه بسیار مختل میشه و همه افراد علاقمند هستن همزمان نظارت کنن. هیچ وقت هیچ جایی تو نشده که تمامی کسایی که کارت نظارت دارن کلی همزمان برده محل رایدهی نظارت کنن. اول خود نباید در اونجا سر و صدا باشه، نباید نظم اخلال شه و رای دهنده نباید زیر تاثیر برن و به او خاطر میشه که به محدوده فضا را دیده 4-5 هرچی قدری که مزاحمت ایجاد نمی کرده اما قدر اشخاص به نوبت برن نظارت کنن یا برن دیگه اشخاص دارن. ممنون شما آقای صدیق زاد. به عنوان آخرین سوال، یکی از مشکلات بزرگی که در زمان انتخابات در داخل شهرها با وجود میایه بحث نمای شهر است که متاسفانه توسط پوسترها و اعلانات و بنرهای تبلیغاتی نمای شهر کلن به هم میخوره، مخصوصا زمانی که پوسترهای خود در هر در و دیواری نصب میکنن، در ادارات دولتی، دیوارهای شهر،
مکانهای مثل چوک ها و امثال ها. میخواستم بفهمم که شما به خاطری که دوباره چه این معضلی به وجود نیه و عکس های زیاد در در دیوار ها نصب کنن چه طریق؟ خب ده گذشتم اول خب ما یک کمیته رسانه ها داریم که او پروگرام نظارت میکنن و از او مهمتر در خود هر ولایت کمیسیون شکایات وجود داره که اگر در خانه دیوار شخصی کسی پوستر نصب میشه او اگر داره شکایت کنه و کمیسیون شکایات تو طرف جریمه کنه. اینقدر شکایات که رسیدگی نمیشه، کمیسیون اینقدر توانایی و ظرفیت نداره. اما ساختار اینمونطور است که به شکایت رسیدگی شوه و طرف که تخلف میکنن باید جریمه شوند. یعنی خیلی از افراد دقیقا پوسترها در دستشون قرار میگیره و میرن حتی طرفدار او کاندید هم نیستن، میرن پوسترها نصب میکنن. شما بخاطر ای رای به هیچ وجه نه سر دیوار دولتی نه سر دیوار شخصی کاندید حق نداره، کاندید یا طرفدارش حق نداره پوستر بچسبانن. برای چسباندن پوستر شاروالی رو پایای برگ تختهای دارن به نام پول ساین و همیشه از او استفاده کنن. بیلبورد ها است در شهر که میشه در مقابل پرداخت پول پوستر خود نصب کنن و تبلیغات خود کنن. این شکل یک شکلی از چطور بگویم، یعنی از فرهنگی جامعه است که باید ای اصلاح شه و نباید اوتر باشه که نمایشا را برهم بزنن و این غلط است. در کل دنیا اینطور یک چیزی نیست. حتی در بعضی ممالک اصلا پوستر حق ندارن که چاپ کنن، فقط دروازه به دروازه میرن تبلیغ میکنن دیگه. ما امیدوار هستم که از این فرهنگ آهسته آهسته ما برایم و جایی که برای نصب پوستر و بیلبورد و پول ساین است از او استفاده کنیم. ممنون شما. سپاس که به برنامه شهروند. یک موضوع دیگر هم میخواستم بگویم که اگر وقت است، ما در ولسوالی شیندن، زاول، کویزور و همچنان انجیل مراکز خود تغییر دادیم نظر به بعضی مشکلاتی که بود. مثلا در ولسوالی انجیل مرکز ما به نام شمعان بود، فعلا سر از صبح او به مرکز جمعیت سروستان که نسبتا قابل دسترس است بر تمام مکتب سروستان، مکتب جمعیت سروستان هم یک نام داره، قابل دسترس است بر تمام شهروندای ولسوالی انجیل. در ولسوالی کویزور همونطور، در ولسوالی زاول، در ولسوالی کویزور و زاول از خیرآباد به خود ولسوالی نقل مکان دادیم، از ولسوالی زاول از به مکتب ابوبکر صدیق، از عزیز آباد به مکتب ابوبکر صدیق و از خود ولسوالی شیندن به شهروالی، از نوآباد به شهروالی انتقال یافته و همشهری های ما میتونن که سر صبح جای امنتر و قابل دسترس است اونجا برن. و همچنان یک مرکز جدید ایجاد شده که به نام لیسه سیفی است، قبلا هم گفتم در ناحیه ده میشن اونجا برن و ثبت نام کنن. ممنون شما، سپاس که برنامه شهروند خبرنگار شکرش. و همچنین سپاس از شما که تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. فقط من هم به عنوان یک شهروند خبرنگار از تمامی کاندیداهای عزیز تقاضامند هستم که نمای شهر را توجه کنند و به هیچ عنوان پوسترهای اضافی در در دیوارهایی که نیازی نیست نصب نکنند. ممنون شما. بریم با همدیگر عکس شما رو تماشا میکنیم و باز هم بدانیم برنامه میپرسیم. نخستین عکس ارسالی شهروند خبرنگاران پس از اعتصاب معلمان. بدون شهر نزدیک شدن به تابستان و رسیدن میوه های تازه.
و این هم تصویری از یکی از صنعتگران شیشه ساز در هرات. عکس ارسال یک تن از شهروند خبرنگاران از ولایت فرا. شهر بیشتر این عکس رو به عهده شما میگذاریم. مطالعه در فضایی پاک و آزاد. نوشتن شعارها بر روی سه‌چرخه ها. چهره این عکس فقط با شما. خود عکس به اندازه کافی گویا هست. سلام مجدد و باز هم شما رو خوش آمدید میگم. سپاس از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. بریم با هم دیگر حرفای زیبای همکارم خانم وندار میشنیم، ببینیم که خانم وندار در این هفته چه گفتنی های داغر دارن که از صفحات اجتماعی با ما شیک بسازن. خانم وندار سلام، شب شما بخیر و امیدوار هستم که همچنان مثل گذشته ها قبراق و تندرس باشین در رسانه های اجتماعی. چه حرفای داغی است؟ سلام و وقت بخیر آقای راسخ و ممنون شما. درود میفرستم بر همه بینندگان خوب برنامه شهروند خبرنگار و ممنون هستم که باز هم بیننده برنامه شهروند خبرنگار هستیم و قرار هست تا لحظات پایانی برنامه شهروند خبرنگار با بررسی شبکه‌های اجتماعی با ما و آقای راسخ باشیم. آقای راسخ باز هم احساس میکنم کمی خواب دارین خانم بنده. نه خیلی چنین نیست. در رابطه با اینکه در صفحات مجازی چی گذشت، موضوعات مختلف مطرح شده. شما انرژی مرا تا ختم برنامه می‌بینید. بله. موضوعات مختلف باز هم مثل همیشه مطرح شده. که مثلا یکی از این جمله موارد، یکی از خبرهایی است که در سرویس‌های خبری شبکه تلویزیونی چکات هم به نشر رسید و این خبر و موضوعات حاشیه‌ای هم داشت. ملا امامی در شهر فرا 11 تن ترور میکنه. بله. 11 تن شامل فامیل خودی و دو فامیل همسایه هستن. بله. که وقتی که این شخص فامیل خود ترور میکنه، همسایه وقتی که میخوان مانعی بشن، همسایه ها رو هم به نحوه فیر میکنه و ترور میکنه. همون وقت مسئولان امنیتی فراه گفته بودن که این شخص فرار کرده، متوالی شده، اما احتمال داره که توسط طالبان دستگیر شه. بله. این خودی حرف بسیار زیادی داره، جای بحث بسیار زیادیه که مسئولان امنیتی کشور میگن شخص فرار کرده، توانایی دستگیری این فرد را ما ندارین، اما امکان داره که طالبان در آینده نزدیک این فرد را دستگیر کنه. به تعقیب همین خبر چندی قبل در صفحات مجازی به نشر رسید که طالبان این فرد را دستگیر کردن و سپس اعدام کردن. بله. که عکسش هم فکر میکنم در صفحات شما عکس هایی هم بله نشر شد. اما یکی از خبرنگاران ما در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که با خود ذبیح‌الله مجاهد تماس تلفنی داشته و اعدام این فرد رد کردن، اما گفتن که محاکمه این فرد ادامه داره، یعنی این فرد توسط طالبان واقعا دستگیر شده. مورد دیگه بحث آزاد شدن حدود 490 طالب
از زندان‌های افغانستان هست که از جمله شامل ولایت هرات هم میشه که واکنش شهروند و خبرنگاران و استفاده کننده های فضای مجازی رو با خود به همراه داشت، چون به همه تعجب بود که از یک طرف پروسه مذاکرات نماینده آمریکا آقای خلیلزاد با طالبان جریان داره، از یک طرف طالبان خواهان مذاکره با حکومت افغانستان نیستن و از طرف دیگه برعلاوه این که مذاکره نمی کنن و هنوز هم با موضوعات صلح کنار نیامدن، ما شاهد ادامه و تشدید شدن حملات طالبان بر مردم ملکی و نظامی در افغانستان هستیم. با این از یک طرف داره حملات تشدید میشه، بله. بر نیروهای امنیتی، نیروهای امنیتی دارن تلفات میدن و جان میدن، و از طرف دیگه حکومت داره همزمان افراد طالبان داره از زندان ها رها. و چیزی که من امروز شنیدم این بود که آقای غنی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که این 490 طالبی که از زندان‌های افغانستان آزاد شدن، اینا قرار است سفیران صلح باشن و این افراد هیچگاه دیگه به میدان نبرد بر نمی‌گردن، که این خود واکنش بسیار زیادی نشان داده به دلیل از اینکه این مسئله برمیگرده به سرنوشت تمام مردم افغانستان. در گذشته ها هم این برعکس بوده، خیلی از افراد رها کردن و خبرها اعلان کردن که انتحاری کردن، یک انتحاری بوده. بله. مسئله دیگه بحث پایین آمدن نرخ میوه‌جات و ترکاری باب در ولایات مختلف به خصوص ولایت فرا هست که ما قرار است سر همین موضوع بحث بیشتری داشته باشیم. طی هفته جاری خبرهای بسیار متفاوتی و واکنش‌های بسیار متفاوتی نسبت به این که مواد ترکاری و میوه‌جات در ولایت فرا قیمت اینا کاهش پیدا کرد، به حدی که این کاهش مواد بی سابقه بود. مثلا یک کیلو بادنجان سیاه به یک افغانی، یعنی اینکه دقیقاً به قول معروف مفت دیگه، یعنی اینکه هیچ نرخی به خاطر از اون تعیین نشده که در کنار از این دهقانی که زحمت کشیده کاشته، آب مصرف کرده، زحمت کشیده سر از اون، با این یک افغانی قرار است چه دستاورد داشته باشه. مسئله دیگه بحث نمونه دیگه بحث بادنجان رومی هست. بادنجان رومی کیلوی 2 افغانی، بله. خیار مثلا کیلوی 1.5 افغانی، هندوانه در فرا کیلوی 1 افغانی، در صورتی که یحتمل شاید 1 کیلوی هندوانه حداقل 10 افغانی آبر از آبهای شیرین از زیر زمین سفره‌های دریایی بالا آورده باشه و دقیقاً در فضا پخش شده و مصرف شده باشه متأسفانه. و این خود جای بحث داره، نظریات بسیار متفاوتی نسبت به این مسئله بیان شده. من یک چیز دیگر هم بیان میکنم، اما باید یادآور باشم که از آنجا که شوند خبرنگاران ما و بیننده های ما همین الان برنامه رو میبینن، من یادآوری میکنم موضوعی که امروز واکنش های زیادی در پی داشت و در فضای مجازی امروز منتشر شد، بحث درگیری مسلحانه بین محافظان آقای کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی و تعدادی از اعضای شورای ولایتی بود که در نتیجه این سه عضو شورای ولایتی، آقای مرادی، آقای حیدری و آقای کروخی زخمی شدند و تعدادی علت و فلسفه‌ای که اینا با هم درگیر شده تا حال مشخص نشده، جزئیاتی بیشتر داره به تو با این مسئله ارائه نشده و آقای علیزاده هم تا حال اظهار نظری نکرده. موضوع خود برنامه ما، تعداد زیادی آمدن گفتن بندر چابهار، دهلیز هوایی افغانستان و دهلیز تجارتی افغانستان با کشورهای اروپایی، بله. دو دهلیزی که از افغانستان به کشور هند افتتاح شده و در کنار از این بحث راه لاجورد، که همه اینها اقدامات حکومت وحدت ملی طی این سالهای اخیر به خاطر رونق بخشیدن تجارت افغانستان و صادراتی اینها را گفتند و گفتند که اینها هیچ یک به درد ما نمیخوره تا زمانی که محصولات یک دهقانی که اینقدر همه زحمت میکشه به قیمت مفت به فروش برسه. دیگه مسئله دیگه که یادآوری شدن این اشاره به این که این دهقان بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تا اینکه کشت کنه، آبیاری کنه، برداشت کنه و در نهایت به خاطر اینکه محصولی فاسد نشه او رو به یک قیمت بسیار پایینی باید به فروش برسانه و وقتی که فاسد شد این محصول قرار هست خوراک حیوانات بشه، درست؟ بله. خانم مندار بخشین اگر بخواستین حساب کنین میریم با هم دیگر. حتما. بله. میریم با هم دیگر عکس فیلم شما رو تماشا میکنیم و باز هم بدایم برنامه برسیم. Oh.
فیلم شما را با هم دیگر تماشا کردیم و باز هم در ادامه میپردازیم به حرف خانومنده. به ادامه بحث، دلایل بسیار مختلفی در رابطه با اینکه چرا ترکاری با و میوه‌جات و محصولات زراعتی در ولایت مثل فراه با این آمده. یکی از جمله عمده‌ترین دلایلی که بیان شده بحث افزایش بارندگی ها هست که طی سال روان بارندگی بسیار زیاد بوده و به همین خاطر زمین ها حاصل خیز شده و محصولات بسیار پربار خوبی داده. مسئله دیگه بحث نبود بازار مناسب هست، اینکه بازار این ترکاری با و این میوه‌جات یک در خود ولایت مهیا نیست و دیگه اینکه بازاری و مارکتینگی به خاطر اینکه این محصولات به دیگر ولایات و به دیگر جاهای از افغانستان صادر بشه وجود نداره. بحث دیگه فروش این مواد به خاطر جلوگیری از فاسد شدن اینها هست که طبیعی هست دهقانی که قدر زحمت کشیده حداقل حاضر است این محصول خود به نرخ بسیار پایینی به فروش برسانه تا فاسد نشه. بله. چرا فاسد بشه این مواد؟ به دلیل از اینکه سردخانه وجود نداره. پس نبود سردخانه هم یکی از دلایل عمده ای هست که نرخ این مواد نرخ محصولات زراعتی پایین اومده. به حدی که گفته شده که فروش این مواد نه تنها که پیشتر هم عرض کردم پول آب، نه تنها جبران زحمات دهقان، نه تنها که حتی ترانسپورت این محصولات را هم دوباره به نحوی جبران نمی کنه. یکی از راه حل هایی که توسط شهروندان بیان شده بود این هست که همین اکنون یک کیلو بادنجان رومی در ولایت فراه به 2 افغانی به فروش میرسه، اما در ولایت کابل یک کیلو بادنجان رومی پاکستانی به 40 افغانی به فروش میرسه. پس راه از اینه که به جای این که بادنجان رومی پاکستانی در ولایت کابل به 40 برابر قیمت و یا به 20 برابر قیمت، بله، در مواقع دیده شده بادنجان رومی به 1 افغانی هم به فروش رسیده، به جای این که برابر قیمت به فروش برسه، چرا زمینه انتقال این محصولات زراعتی به کابل؟ بله، حتی هشتگ گذاشته بودن تعدادی از شهروند خبرنگاران و نشته کرده بودن دهلیز هوایی فراه کابل کجاست، یعنی اینکه ما دهلیز هوایی افغانستان هند ایجاد نکنین، راه لاجورد در پی تجارت در از طریق راه لاجورد نباشه، بلکه محصول زراعتی فراه به کابل از این شهر به این شهر انتقال بده. دقیقاً. وقفه اگر دارین وقفه میگیرین دقیقاً سر صحبت خودیم. میریم با هم دیگر عکس شما رو تماشا میکنیم و باز هم بدون برنامه. عکس افترم با همدیگر تماشا کردیم، سپاس از شما. خب از بیشتر من صحبت نمی کنم، باز هم رشته ای سخن میدم به خانم وندا چون که وقت برنامه بسیار محدود است. بسیار سپاس. یکی دیگر از دلایل عمده ای که گفته شده نرخ محصولات ما اینقدر باید پایین بیایه، بحث واردات محصولات زراعتی مشابه با محصولات زراعتی که ما تولید میکنیم در افغانستان از طریق از کشورهای دیگه هست. به طور نمونه مثلا ما از هند، از چین، از پاکستان، از فلیپین، برزیل، از کشورهای بسیار مختلفه این محصولات زراعتی که ما در کشور رو تولید میکنیم واردات داریم.
من پیشتر عرض کردم یک کیلو بادنجان رومی پاکستانی 40 افغانی، حالی که ما تولیدات برزیل چه چیزی رو ما وارد میکنیم؟ محصولات بسیار مختلفی، به خصوص گفتم محصولات زراعتی، از جمله میوه‌های مثل خیار، میوه‌های مثل سیب، میوه‌های مثل کیله و محصولات مشابه به اینها که همیشه در افغانستان، مثلا مالته، مالته‌های پاکستانی همیشه به داخل کشور بوده، در حالی که ما دیدیم مالته‌های افغانی به کیلوی 20 افغانی و کیلوی 10 افغانی هم میرسه، اما اگر خواسته باشیم مالته پاکستانی یا مالته‌های بخریم، بله دقیقاً این محصولات تا 40 و تا 50 افغانی هم میرسه. یک کیلو سیب افغانی رو ما میگیریم 20 الی 30 افغانی، در حالی که یک کیلو سیب چینی رو بله حتی تا قیمت 200 افغانی هم ما خریداری میکنیم. این یکی از دلایلی هست که محصولات زراعتی ما بسیار بی ارزش بشه و در کنار از این محصولات تخریب میشه و دهقان هم انگیزه به خاطر تولید نداره، و از طرفی موادی که مواد محصولات زراعتی که از دیگر کشورها وارد میشه نرخ یا به حد زیاد هست که تنها میتونن قشر ثروتمند دوره خریداری بکنن و قشر فقیر و قشری که از لحاظ اقتصادی در حالت به نحو متوسطی قرار دارن توان خریداری اونا را ندارن. من اشاره بکنم به این که در سال 1397 یعنی پارسال دهلیز هوایی تجارت افغانستان و اروپا ایجاد شد که از طریق کشور ترکیه قرار شد که کالاهای افغانستان به کشورهای مختلفی صادر بشه. در سال 1396 به برج جوزا دهلیز هوایی افغانستان هند ایجاد شد و سپس بعد از تفاوت مدت دومین دهلیز افغانستان باز هم در سال 1396 از طریق افغانستان به هند ایجاد شد. اما با وجود همه این عملکردها، با وجود همه این اقدامها، ما تا حال نتونستیم یک سردخانه معیاری و استاندارد در ولایاتی که بسیار زراعتی هست ایجاد بکنیم تا جلوگیری کنیم از اینکه محصولات زراعتی فاسد بشه و یا به قیمت بسیار پایین و اندکی به فروش برسه. و مسئله عمده دیگه نبود مراکز پروسس و بسته‌بندی معیاری این محصولات هست. حال دهقان فراهی که زحمت میکشه محصولات با کیفیت تولید میکنه، یک به دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته نمیتونه محصول خود به نحو اعلی تولید بکنه، و مسئله دیگه در حدی که بتونه با دیگر محصولات دیگه کشورها رقابت بکنه، و مسئله دیگه اینه که مراکز پروسس وجود نداره. وقتی که این محصول به گونه درست پروسس و بسته‌بندی نشه، طبیعیه که زمینه صادرات از او هم محدود میشه. به هر حال تقاضایی که من از شهروندان عزیز ما دارم این هست که از دهقان‌های زحمتکش کشور خود حمایت بکنین و کوشش کنین از محصولات داخلی و محصولات زراعتی داخلی استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم حداقل زمینه این که دهقان ما قدر زحمت کشیده حداقل از طریق این محصول زراعتی خود بتونه امرار معیشت کنه. ممنون شما خانم وندا و همچنین سپاس از شما شهروند خبرنگار. اما هم یک موضوع در ادامه صحبت خانم وندا تأکید میکنم و مهر تایید میذارم، و اینه که اگر محصولات زراعتی رو استفاده کنید من مطمئنن میگم که کیفیت بسیار بهتری نسبت به محصولات زراعتی بیرون از کشور داره، اگرچه ما متاسفانه میبینیم محصولات داخلی صنعتی ما کمی از لحاظ کیفی به این طرف، ولی محصولات زراعتی ما کیفیت بسیار بالایی داره. تا شب دیگر و هفته دیگر شما رو به خدای رؤوف مهربان میسپارم. پاینده باشید.